یکی از دلایل نقل مکان و مهاجرت به یک شهر جدید و یا کشور جدید، پایین بودن هزینه‌های زندگی و بالا بودن سطح کیفیت زندگیه. پایین بودن هزینه‌های زندگی به این معنی نیستش که توی اون شهر کیفیت زندگی پایینه. در این ویدیو با هم 10 شهر ارزان در آمریکا رو برای زندگی انتخاب کردیم و قراره با هم بررسیشون کنیم و از جنبه‌های مختلف مقایسه کنیم. لطفاً در کانال سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و نوتیفیکیشن رو روشن بکنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. دهمین شهر، شهر گراند رابیت در ایالت میشیگانه که دومین شهر بزرگ میشیگان به حساب میاد و از بهترین مناطق در حال رشد در جهان هست. نرخ بیکاری حدود 4.2% و متوسط درآمد سالیانه هم 65 هزار دلاره. البته با اینکه متوسط درآمد سالیانه کمتر از متوسط درآمد در کل آمریکاست، اما به خاطر ارزون بودن هزینه‌های زندگی امکان اینکه مقداری از درآمد رو پسنداز کرد هست. اجاره ی آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر 1058 دلاره و مالیات بر درآمد هم در کل ایالت میشیگان حدود 4.45%. نهمین شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا است. پیتسبرگ حدود 300 هزار نفر جمعیت داره که دومین شهر بزرگ در ایالت پنسیلوانیا است. مالیات بر درآمد حدود 3.07% و نرخ بیکاری 3.9%. ارزش هر خانه در پیتسبرگ حدود 212.900 دلار. هزینه زندگی پایین و البته بالا بودن کیفیت زندگی در پیتسبرگ باعث شده که خیلی از مهاجرا به پیتسبرگ فکر بکنن. همچنین جامعه پیتسبرگ دارای سطح تحصیلات بالایی نسبت به کل ایالات متحده. این شهر یک شهر دانشجوییه و حضور دانشجویان کمک شایانی به اقتصاد این شهر کرده. شماره 8، فیتویل در آرکانزاس. رشد اقتصادی که فیتویل در سالهای اخیر داشته باعث شده که توجه خیلی برای مهاجرت بهش جلب بشه. همچنین یکی از شهرهای کم هزینه برای زندگیه. هزینه زندگی 11% کمتر از میانگین ملیه. با اینکه مساحت این شهر خیلی کمه، اما به مرکز فرهنگی، تجاری و کارآفرینی تبدیل شده و مراکز آموزش عالی هم توی این شهر تأسیس شده. میانگین اجاره ماهیانه چیزی حدود 868 دلاره و متوسط قیمت خونه هم 230150 دلاره. میانگین درآمد سالیانه هم 50470 دلاره و نرخ بیکاری 4.7%. شماره 7، ناکسویل در ایالت تنسی. مالیات بر دارایی پایین، قیمت پایین خانه، هزینه پایین زندگی، عدم وجود مالیات بر درآمد ایالتی، طبیعت زیبا با چندین دریاچه و کوه و آب و هوای نسبتاً معتدل از دلایلیه که باید ایالت تنسی و همچنین ناکسویل رو برای زندگی انتخاب بکنیم. هزینه زندگی در ناکسویل 17.7% پایین تر از میانگین ملیه و قیمت خونه هم 30% کمتره. قیمت غذا و حمل و نقل هم در ناکسویل واقعا مغروم به صرف است. شماره 6، اسپرینگفیلد در ایالت میزوری. متوسط هزینه‌های زندگی 14% پایین‌تر از میانگین ملیه و متوسط قیمت خرید خانه هم 247 هزار دلاره و متوسط هزینه‌های مسکن هم 30% کمتر از میانگین ملیه. برای همین این شهر در لیست مغروم به صرفه‌ترین شهرهای کشور آمریکا قرار داره. اسپرینگفیلد به دلیل داشتن محله‌هایی با جو دوستانه و امن، شهرت و محبوبیت زیادی رو در بین مهاجران پیدا کرده. شماره 5، هانتسفیلد در ایالت آلاباما. هزینه‌های زندگی پایین، مالیات بر درآمد کم و قیمت پایین مسکن باعث شده که هانتسفیلد در لیست ارزان‌ترین شهرهای آمریکا باشه. چهارمین شهر، فورت وین در ایالت ایندیانا،
که مهد تولد شرکت‌های جنرال موتورز که باعث ایجاد فرصت‌های شغلی زیادی توی این منطقه شده و همچنین فورت وین شهری با هزینه‌های کم زندگی و محله‌های ساکته که باعث شده یه منطقه عالی برای خرید ملک، شروع یک بیزینس جدید، راه اندازی تجارت و تربیت فرزندان باشه. سومین شهر تالسا در ایالت اوکلاهاما است که متوسط هزینه های زندگی 14% کمتر از میانگین ملیه. متوسط قیمت ملک هم در تالسا 188,261 دلاره. فرصت های شغلی فراوانی برای جوانان در حیطه های بهداشت، سلامت، انرژی، ساخت و ساز و هوافضا فراهمه. دومین شهر گرین بی در ایالت ویسکانسین. متوسط هزینه های زندگی در گرین بی 11% کمتر از میانگین ملیه. هزینه اجاره یک خانه یک خوابه در گرین بی 681 دلاره، در حالی که اجاره همین خانه در کل آمریکا 930 دلاره. نرخ بیکاری 5.7% و متوسط درآمد سالیانه هم حدود 60,000 دلاره. و اولین و ارزان‌ترین شهرمون هیکوری در کارولینای شمالی است که به طور میانگین هزینه‌های زندگی 13% کمتر از میانگین ملیه. اجاره آپارتمان دو خوابه 700 دلار در ماه و هزینه ملک هم حداقل 155,000 دلاره. رتبه آموزش عمومی در هیکوری بالاست و سطح تحصیلات جوانان و مردمش هم بسیار بالاست. ترافیک شهری خیلی کمه و میزان جرم و جنایت هم پایینه. ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید و به دوستان خودتون معرفی بکنید و حتماً در قسمت کامنت ها برامون بنویسید که دوست دارید موضوع بعدی در مورد چی باشه.